یک روز تا ابد. قسمت 25. نویسنده لینا روزبی حیدری. گوینده داستان اجمل غفوری. بزرگترین هدیه زندگی دوستی بی‌آلایش است و من آن را از شما دریافتم. سلام عزیزان که افتخار دوستی و حمایت شما خوبان را داریم. امید میبرم جور صحت و تندرست باشین. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدین. یک سپاسگزاری خاص میکنم از عزیزانی که همیشه با پیام‌های نیکشان از ما حمایت میکنن. و نگفته نمانه دوستا و عزیزایی که درخواست نشر دو قسمت یا قسمت‌های طولانی از داستان یک روز تا ابد را کردن، می‌خوام با پاسخ اونا بگویم که ما کاملا ارج‌گذار هستیم به پیام‌های شما، به نظریات شما. هر کدام شما خوبان که نظریات میتین بر ما قابل قدر است. اما نکته که می‌خوام اشاره بکنم و دیدگاه جمع تیم چینل افغانستان جورنال است، اوی است که صرف به خاطر در نظر داشت پیام های شما عزیزان که درخواست نشر قسمت های زیاد را کردین، در مقابل تعداد هم هستن که اونا به می شیوه و با می قسمت هایی که نشر میشه اونا هم نظر هستن. ما ارجگذار به نظریات هر یکتان هستیم. فقط میخواییم بگویم که سلسله ادامه نشر داستان یک روز تا ابد فقط ما هم تعقیب میکنیم تا بانو لینا روزبی حیدری آن داستانهایی را که در صفحهشان نشر میکنه، ما هم به همون ترتیب و به همون سلسله پیش بریم. ضمناً اگر ما بیشتر از یک قسمت را نشر بکنیم، ما فکر بکنم که بر یک تعداد از عزیزا شاید فرصت مناسب نداشته باشن و همو سلسله که اونا پیگیری کردن از دستشان بره، نظر به مصروفیت و مشغولیتی که دارن، و یا هم بر یک تعداد دیگه ای داستان خسته کن تمام شوه. پس به امی لحاظ ما خواستیم داستان را امو قسمتوار به سلسله نشر داستان و متن که بانو لینا روزبی حیدری نشر میکنن، ما هم به ترتیب و همگام با اونا خوانده و تقدیم حضور شما بکنیم. امیدوار هستیم شما هم از ما راضی باشین. به همی امید داستان کنونی یک روز تا ابد را تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. آغاز داستان. امشبام مادرم قبل از ما و مریم به خواب رفت. او هر روز ضعیفتر از روز گذشته می شد و درد استخوانهایش نیز توان شر بوده بود. آیسته به سمت مریم اشاره کردم که به اتاق دیگه بریم. او اتاق بخاری نداشت و ما ناچار دو کمپل بزرگ را نیز باید با خود می بردیم. مریم آیسته از ما پرسید: لطفا نگو که اینجا آمدیم تا در مورد خواستگار امروز صحبت کنیم. در حالی که هر دو کمپل ها را به دور خود پیچیده بودیم و در مقابل یکدیگر نشسته بودیم، گفتم: اتفاقا به خاطر همین موضوع خواستم با تو صحبت کنم و نمیخوایم مادرم بیدار شوم. این خانواده خیلی پولدار هستن و پسرشانم که نامش را حمید گفتن مطیع خانواده است و حدود 10 سال از تو بزرگتر است. تو او را دیدی، نظرت در موردش چیست؟ مریم کمپل را محکمتر به دور خود پیچید و گفت: زهرا، یعنی تو واقعا میخوایی که ما با دیدن یک پسر بر 5 دقیقه تصمیم بگیرم که آیا میخواییم با او ازدواج کنم؟ خنده کردم و گفتم: نه، من نگفتم تو تصمیم بگی، ولی چی احساس کردی؟ یعنی حس خوبه به تو دست داد یا نه؟ مریم با نگاهی که از اون نگرانی میبارید گفت: من میترسم، نمیدانم چرا یک حس ترس و هراس را در خودم حس میکنم. وقت به سمت او زنا و ابراهیم و او پسر نگاه کردم و ای که من باید در میان اونا زندگی کنم، ترس مرا فرا گرفت. زهرا، من نمیتونم با خانواده بزرگ و خیلی متفاوت تر از خانواده ما زندگی کنم. دست به شانه‌اش زدم و گفتم:
نگران نباش. تو اگه خوش نباشی ما پاسخ خرد به اونا خواهیم داد. من هستم، صبور است. تو نگران نباش. چهره مریم با شنیدن این کلمات آرام شد و همون لبخند معصومانه به صورتش نقش بست و گفت: من امیدم به تو صبور است که نگذارین حاجی تصمیم آخر را بگیره. گفتم: مطمئن باش، هیچ چیز بدون رضایت تو صورت نمیگیره. به تو وعده میدم. صبح زودتر از وقت معمول از خواب بیدار شدم. باید آماده می شدم چون قرار بود صبور مرا برای نان چاشت بیرون ببره. مادر من به مشکل راضی ساختم تا اجازه بده که با صبور برم. اون نگران انفجار و وخامت اوضاع امنیتی شهر بود و نمی خواست که ما و صبور به بازار و یا بیرون بریم، ولی ای بار اجازه داد. اما از من خواست تا قبل از تاریک شدن هوا به خانه بازگردم. وقتی از خانه به حویلی برآمدم، صبور در کنار دروازه حویلی با مریم گرم صحبت و خندیدن بودند. هر باری که صبور را می دیدم اقدر هیجان زده می شدم که انگار بار اول است که او را می بینم. ضربان قلبم بلند می رفت و ناخودآگاه قدم هایم سریع تر می شد تا هر چیز زودتر به او برسم. صبور با دیدن ما به سمتم برا افتاد و به مریم گفت: امروز تناب با زهرا جان میرم، ولی وعده ما به تو یک خوراک کباب است که حتما برات خواهیم آورد. مریم مانند کودک که هیجانی شده است گفت: من کباب خوش ندارم، برم آشک یا منتو بیارین. این خاصیت مریم گاه مرا در مورد آیندهش نگران می ساخت. مریم نه ریا و مکر می دانست و نه ای که در کجا چی بگویه و یا چی کنه. صادق و مهربان و یک رو بود. چیزی که در دنیای پر از حیله و نیرنگ و فریب ما او را سادگی می نامن و آدم های این دور و زمان به جای قدر گذاشتن به انسان های ساده می کشن تا از اونا سوء استفاده کنن و به باور اونا این گونه آدم ها بی‌عقل هستند چون هنر حیله و نیرنگ و فریب را نیاموختند. من صحبت مریم را قطع کردم و گفتم: نه، نیاز نیست که ما چیزی بیاریم. من خودم امشب در خانه بر مریم جان منتو درست میکنم. مریم بی توجه به من به سمت صبور نگاه کرد و گفت: منتوی بازار مزهش دیگه چیز است. اگه ناوردین خیر است، ولی من منتظرش میباشم. صبور خنده کرد و گفت: حتما برات میاریم. وقتی در موتر نشستیم، صبور نگاهی به سمت من کرد و گفت: دو روز است که تو را ندیدم، ولی فکر میکنم که یک قرن شده که از تو دور استم. آیا ده دو روز وقت کدی و ما فکر کنی؟ سر من روی شانهش گذاشتم و گفتم: خوب است از من سوال را بکنی که آیا ده دو روز وقت داشتم تا به چیز غیر از تو فکر کنم؟ تمام هوش و حواس و فکرم تو هستی. بعد آیسته به شانهش کوبیدم و گفتم: بی کرایه در مغزم زندگی میکنی. و هر دو بلند خندیدیم. صبور در حالی که مثل همیشه با یک دست فرمان موتر و با دست دیگر دست مرا گرفته بود گفت: حدس بزن که امروز میخوایم برات چی بخرم. اندک فکر کردم و گفتم: صبور، ما به چیزی نیاز ندارم. عروسی پیش روست، لطفاً پولایت به دلیل مصرف نکن. صبور نیم نگاه به من کرد و گفت: پشیمان میشی. این روزهای نامزدی دوباره تکرار نمیشن. هر ظلمی که داری به سر این جان بکو که بعد از عروسی من نازته بر نمیدارم. و بلند خندید. حتی خندیدن صبورم زیبا بود. خندش آهنگ خاص داشت که من مشتاق شنیدن او بودم و هر باری که او میخندید من حس میکردم که انگار کسی دروازه قلبم را باز میکنه و چند کبوتر سفید از او به بیرون پرواز میکنه. ما هم ناخودآگاه با او از ته دل می خندیدم. موتر را در مقابل یک دکان متوقف ساخت و به سمت ما دور خورده و با دو دست دست ما گرفت و گفت: امروز برات تلفن می خرم. تا اگر نتونستم به دیدنت بیایم، حداقل تو را از طریق تلفن ببینم و صدایت بشنوم و بیان که منتظر شوه که ما چی میگم. از موتر خارج شد و دروازه را بر ما باز کرد. جعبه تلفن را در داخل موتر باز کردیم. رنگ پوش تلفن را به انتخاب من
گلابی انتخاب کردیم و صبور مصروف گذاشتن باتری تلفن و تشریح دادنی که چگونه از او استفاده کنم بود. ولی ما غرق نگاه کردن به او بودم و با خودم فکر میکردم که چقدر من خوشبخت هستم. هیچ زن چیز فراتر از این از مرد نمیخواهد. عشق و محبت بی‌ریا و دوستی که همراه و همپا با او در راه دشوار زندگی قدم برداره. صبور این دو نقش را در زندگیم خارق العاده عالی ایفا میکرد. هم محبتم بود که با محبتش اقدر مرا قوی ساخته بود که مثل کوهی در برابر رنج و دردهای زندگیم استاده بودم و هر روز زندگی مشقت بارم با محبت او زیبا و مملو از شادی شده بود و هم او تنها دوستم بود که میتونستم با او روی هر امر زندگی و در هر کار آری از حراس و ترس مشوره کنم و از او نظر بخوایم. ما هر لحظه که به صبور فکر میکردم ناخودآگاه با خودم لبخند میزدم و خوشحال میشدم. تلفن را فعال ساخت و به دستم داد و گفت: حال به تو از تلفنم زنگ میزنم و زنگ تلفن ما به صدا در آمد. صبور تلفنش خاموش کرد و گفت: این تلفن هیچ وقت از خود دور نمی کنی که من صبح چاشت و شب به تو زنگ میزنم و وای به حال کسی که جواب نده. گفتم: اگه برق نبود که چارچوه چی؟ صبور اخم کرد و گفت: این وظیفه توست که وقت برق است او را کاملا چارج کنی. حال بریم که ما خیلی گرسنه هستم. ای بار دومی بود که در طول عمرم به رستوران آمده بودم، ولی ای بار خودم راحت تر اسم میکدم. صبور مصروف خواندن مینوی غذا بود. آیسته گفتم: صبور، حاجی کریم دیروز آمده بود و میخوایم که در مورد او با تو صحبت کنم. صبور مینو را روی میز گذاشت و گفت: آیا مریم خوش به نظر میرسید یا غمگین؟ آیا مادرت به اونا پاسخ داد یا نه؟ گفتم: نه، اونا قرار است که در آخر هفته بیاین تا ما با اونا پاسخ بتیم و من میخوایم تو هم دو روز با ما باشی تا مادرم خود را تنها حس نکنه. مریم راضی نیست و نمیخواهد که با یک خانواده بزرگ و پولدار که همیشان آدم های عجیب و غریبی هستند زندگی کنه، ولی نمیتونه. صبور نگذاشت صحبتم ختم شوه و گفت: اگر مریم راضی نیست جواب رد دادن به اونا دشوار نخواد بود. مطمئن میایم و مطمئن هستم که هیچ واقعی بدی رخ نخواد داد. به همین سادگی. بار دیگه صبور فقط با دو جمله مرا از یک حراس مبهم که مثل موریانه از دیروز تا حال مرا میخورد و روح مرا آزار میداد نجات داد و او حراس و ترس از حاجی کریم و ابراهیم دمه به توانایی مقابله با هر دو مبدل شد، چون صبور را مثل کوه استوار در عقب خود حس میکردم. در آ به سمت خانه فقط به موسیقی گوش کردیم و به غروب آفتاب نگاه میکردیم که پهنه آبی آسمان را در لحظه ودایش با زمین گلگون ساخته بود. وقتی به خانه رسیدیم، قبل از او که از موتر پیاده شوم به صبور گفتم: امروزم بر همیشه و همیشه در خاطراتم باقی خواهد ماند. میدانی اصلا تو مریم و دخترای دیگه در کوچه ما را منحرف ساختی. همه میخواهند که صبور چون تو بیایه و مثل ما اونا را از رنج زندگی نجات بده و به آسمان هفتم ببره. صبور سرش روی کرسی موترش گذاشت و به سمت من نگاهی کرد و گفت: و هر دخترم باید زهرایی باشه که ارزش و لیاقت صبور را داشته باشه. تو انعکاس از خود را در من میبینی. هر مرده که با تو عروسی میکرد شاید مثل من میشد، چون تو چیز کم نداری زهرا. آنقدر مهربان و صادق و خوب هستی که نمیتوان با تو بد کرد. روی توشکم دراز کشیده بودم و تلفن را در کنارم در چارج گذاشته بودم که پیام صبور رسید. زهرای من، حتما در حال خوابیدن هستی و خسته از یک روز پرتلاش دیگه. دوست دارم و به داشتن تو در زندگیم خرسند هستم. منتظر هستم که صبح شوه و باز به بهانه به دیدنت بیایم. چشمایت ببند. رنج ها را فراموش کن. بدان که یکی هست که بیشتر از زندگیش تو را دوست داره و هرگز نخواهد گذاشت که درد و غم بار دیگه بر تو غلبه کنن. سنگ صبورت همیشه با تو است. همیشه تا ابد. دو قطره اشک از روی گونه هایم بر روی بالشت غلطید. نمیدانم چه کده بودم که خداوند مرا لایق داشتن صبور دانست.
در پاسخ به پیامش نوشتم: سنگ صبور ما، چشمایم در حال بسته شدن است و روحم آزاد از هر درد و رنج. منتظر استم که صبح شوه و چشمم به آفتاب جمالت روشن گرده و ما باز سپه سالار تقدیر خود را ببینم که سوار بر اسب سرنوشت آمد و با شمشیر محبتش همه رنج و غمها را در زندگیم از پا در آورد و مرا به قصر آرزوهایم رساند. شهزاده زندگی ما، یک لحظه سایید از سرم کم نشه. تلفن را بستم و با دل شاد و بیغم و مملو از امید به خواب رفتم. پایان قسمت 25.